راجب داستان مهدی پورباقی رو که با صحبت کردم، راوی پادکست آخرین شاهد، آره آره، راجبش دیروز صحبت کردیم بچه ها، دیروز که پریروز بود فکر کنم، و اون موقع دیتیل کمی داشتیم، یه سری حد زدیم که یه حجم زیادی از اون حدسا درست در اومد الان میدونیم، و یه سری علامت سوال جدیده که اضافه شد، خواستم یه آپدیت کوچولویی داشته باشیم روش. اول از همه این که این آدم ها 11 سال با هم دوست بودن، 11 سال بود، یعنی از لیسانس مثل این که با هم دوست بودن، بعد مثلا 10 سال هم از ازدواج کردن، بعد پسره واسه دکترا میره از اون میره از ایران، یعنی لیسانس شریف بوده، ارشد تربیت مدرس، این من دیگه مثلا فرض کن لیسانس ارشد خونده، ریاضی محض شریف، بایو انفورماتیک مدرس، بایو انفورماتیک دکترا، میره نیوفاندلند کانادا، میره دو سال میمونه، بعد داستان پریانطوری دیگه، من میرم اونجا مثلا ازدواج دید، مثلا ازدواج میکنن قبل از سربازی واسه اینکه مثلا آه. یه توجیهی داشته باشه اون منتظر موندن دختره، اینم همینطوری بوده مثل اینکه رفته اونجا بودن دو سال میام کار میکنم، بعدش بیا چیز کن جا رو سفت میکنم، جاپا رو سفت میکنم تو رو میارم، این کارم شد یعنی جاپاش سفت شد، و بعد دو سال خانومه رو اوورد، خیلی عکسای خوشحال با هم دیگه گذاشتن، اصلا میبینی یعنی زندگی خوبی داشتن، ولی اون روز ما اینا رو نمیدونستیم. پلیس کانادا یه عکس از مهدی پورباقی که داره همون توی این جسد تیکه تیکه شده است، که داره چمدون تیکه چمدونی که جسد تیکه تیکه شده خانومش توش هست و میبره، و به نظر میاد خانومش هم با یک چاقو جیبی تیکه تیکه کرده. بعد آخرین اپیزود پادکستی هم که تو آخرین شاهد درست کرده، هتونو بذار گوش کن یه دقیقه است واسه چیز تیزر قسمت بعدی و آره چیزایی شده، ولی مثلا 20 ثانیه شده فکر کن. داستان اینه که خانومه دو ماه بود رفته بود کانادا، یعنی بعد این همه سال بکن زندگی تو باهاش ساختی، لیسانس و ارشد رو باهاش گذروندی، دو سال منتظرت مونده، اووردیش کانادا، دو ماه بعد هم یهو مردر سویساید، خودت هم میکشی اونم میکشی، اصلا چه چیزی میتونه منجر به این شه؟ اونو باز میکنی؟ واقعا به نظر چه چیزی میتونه منجر به این تصمیم شه؟ ببین این که تو میگی با چاقو جیبی، آره پاکت نایف میگه، یه لحظه وقتی عصبی میشی و اصلا کنترل تم چه بعد دیگه راست کنترل تمام حواست تمام رفتار تو از دست میدی، اوکی یارو هول میدی مثلا از ارتفاع بیار بهش دست رو بده، نکن این دو دقیقه است شکارچی ادامه دارد با سال 2023 4/2023 تازه رفته بود کانادا، نه این قضیه که واسه هفته بیشه، این اپیزود پادکست واسه اون موقع است، میدونی چی میگم؟ الان چون اپیزود پادکست دقیقا فریم به فریم شبیه سازی اتفاقی که افتاد، میگم از اون موقع برنامه داشت، همین رو داشتم میگفتم، تو میگم یه لحظه کنترل تو از دست بدی و عصبیشی و اینا، یه لحظه یکی رو هول میدی میمیره بعد پشیمون میشی، ولی وقتی جسدشو تیکه تیکه میکنی میندازی بعد اندازه میگن نیم ساعت تو شهر پیاده رفته از یه عالمه منطقه مسکونی که بره لب رودخونه، خب ببینم سلفون میشه خونه جسده چه جوری، نمیدونم بریم گوش کنیم اینو، صدا داری؟ نه. آره داشتم کنترلم رو روی چیزی از دست می دادم که خیلی خوشونت آمیزتر از اون بود که بشه برای همیشه در درون خودم نگهش دارم. نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود. باهاش حرف می زدم. بهش نگاه می کردم. داشتم از هم می پاشیدم. می تونستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یه زن جوون بیگناه و با ضربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم. نه با اره، با یه چاقوی جیبی. پیچیدگی کار منو برانگیخته میکرد. روش موشکافانه‌ای که با اون مشکلات بالقوه رو حتی قبل از اینکه پیش بیان برطرف میکردم. قتل و مرگ همیشه برای من جذابیت داشت. مرگ ناگهانی و خون ریزی.
نیویورک سرد و دلگیر بود، اما اشکالی نداشت چون با حس و حال خودم همخونی داشت. دنیا داشت تاریک میشد. میتونستم بیشتر و بیشتر احساسش کنم. تو گرگومیش نیویورک کنار دودکش میشستم و به این فکر میکردم که خودم رو از اون بالا پرت کنم پایین. تایتلشو دیسکریپشنو بخون، مرده‌ها حرف نمی‌زنن اما قاتلاشون چه؟ آره اصلا خیلی عجیبه. یه نیرویی وجود داشت که آدما رو از من دور میکرد. یه نفر میخواست من نابود بشم. مرده‌ها حرف نمی‌زنن اما قاتلاشون چرا؟ قسمت پنجم پرونده شکارچی. به زودی از پادکست آخرین شاهد. من داشتم الان گوش میدادم، دقیقاً داشتم به این فکر می‌کردم. گوزبامپ نشدی؟ چرا؟ You become what you done هست. آره. دقیقاً کامنت اول هم همین رو نوشته زنه. ولی واقعاً تو همون کاری که می‌کنی خیلی عجیب نیست. ریدم تو خودم آجی. تو فکر می‌کنی واقعاً تاثیر داشت؟ من واقعاً تاثیر داشت. تو فکر می‌کنی این آدم اگه مثلا پرونده جنایی در موردش حرف نمی‌زد و تو اون فضا فعالیت نمی‌کرد این اتفاق نمی‌افتاد؟ اگر بگم نه، اگر بگم به خاطر کاری که میکرد اینجور شده، احتمالاً از این بعد پادکست جنایی ساختن مثلا جرم حساب میشه تو ایران. ولی چقدر موفق، چقدر ددیکیت بود به کارش. موفق بود خیلی. 608 الان که البته نمیشه گفت، ولی 54000 تا سابسکرایبر داره. زیاد داشت، معروف بود، رها گوش میداد موقعی که معروف بود. 2022 رها گوش میداد موقعی که هیچ کی پادکست. به نظر من فقط به خاطر همینه. فقط این چیه؟ همین دیگه. این اصلا من نمیفهمم. نه اصلا اعتراف یه سال و نیم قبل از کجا میدونستی اصلا؟ بعد تو پول دادی زن تو از ایران کشوندی اینجا که بکشیش، اوردی کانادا بکشیش. شاید میخواست قصه عجیب غریب از خودش ثبت کنه و تو اوج بره. تو اوج چی؟ اوج خبر. بعد اگه میخواستی خودت رو بکشی، سر به نیست کردن جسد به چه دردی میخورد؟ راست می این باگه. اگه جسد رو سر به نیست کردن چرا خودت رو از بین بود؟ و مثل اینکه جسد هم چند روز مرد، چند روز بود مرده بود. چند روز نگه داشته بود. شاید تشیمون شده، شاید کسخا شده، نمیدونم. بعد تو مثلا تصمیم لحظه ای نبوده، یعنی الان اینو مطمئنیم که تصمیم لحظه ای نبوده. چرا من اتفاقا اسم بگم کرایم آف پشن خیلی خودش چاقو جیبی اصلا این میکسنس میکنه. آره این یک سال و نیم بیش اصلا مشکلی هم نداشتم. اپیزود بعدی نیومد. نه اصلا مشکلی هم نداشتم مثل این که. بعد تو اگه اینقدر سایکوپس باشی مگه میتونی بری تا دکترا پیش بری، بری کانادا؟ آره فکر کنم میتونی. آره البته اکثرا کسایی که اینجوری هم اونجوری هم. ولی خیلی ناراحت کننده بود. یه سری شایعه دیگه هم هست که حالا من به شایعه هایی که چی میگن اونقدر سندی راجبش نداریم حرف نمیزنم. اینا چیزایی بود که خودشون در اختیار ما گذاشته بودن. ولی اسمش چیه؟ میگم من واقعا سر این قضیه من اینو دیدم مثلا به پرونده سری خودم یه جوری شدم. اینکه چقدر تو روحیات تاثیر میذاره واقعا در معرض یه چنین چیزی بودن. همین من بهت میگم مثلا استریمینگ مثل داروهای جدیدی که کشف میشه، ما یه مدت زمان طول میکشه تا بفهمیم چه تاثیر مثبت و منفی داره. اینم همینطوریه. من اسم میکنم بعد نمیدونم اصلا خیلی علامت سوال زیاده. چه میگن رو شیشه بوده اینا؟ قطعا به خاطر من هنوز میام همچنان میام به خاطر یک لحظه تصمیم اشتباه عمرن. اینو بخون. حالا شما اینه که این کیه؟ خودش. حالا شما اینه که بگیم افرادی که چنین جنایات وحشتناکی رو انجام میدن حداقل در مقطعی از زندگیشون یه آدم معمولی و سالم بودن. راستم میگه ممکنه اطراف ما هم همچنین افراد با الگوهای رفتاری مشابه باشن که وقتی بهشون توجه نشه وارد مسیر مشابهی بشن. داستان ها 100% واقعی هستن و هیچ چیز با هدف ایجاد هیجان یا جذب مخاطب اضافه نشد. بعد اپیزود آخری ها رو ببینی، سیزن آخری ها شو، کامنت ها خیلی تو این مایاست که یه مقدار حس میکنین زیادی با قاتل دارین همزاد پنداری میکنین یا طرف قاتل رو میگیرین. کلا به این معروف بود نریشنش هم واسه همین جذاب بود یه مقدار زیادی. مثلا میرفت تو نقشه قاتل، نمیرفت تو نقشه قاتل، توجیه پیدا میکرد. میگیری چی میگم؟ دیدی بعضی موقع مثلا من خود این کیس هم من اینطوری بودم. من از قاتل دفاع نمیکنم ها، ولی من واقعا دلیل این اتفاق رو توی لولی بدبختی هممون میدونم. میگیری چی میگم؟ یعنی
شاید اگه این دو سال فاصله وجود نداشت، شاید اگه همون روز اول میتونست همراهش اون پادکست همه چیات میکنه، شاید اگه همون روز اول میتونست باهاش مهاجرت کنه، شاید ایران اگه میموندن، هزار تا شاید دیگه. میگم چی میگم؟ پسر علامه حلی هم بود، دبیرستان علامه حلی بود، فکر کنم سال بالای شما، فکر کنم یه سال بالای شما بود. آره دیگه، ورودی 89، ورودی 89 دانشگاه. آره 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 علامه حلی چی؟ آره دیگه، علامه حلی ما بود اون زمان یه دونه. نه بذار ببینم قیافش. نه فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلی، دانشگاه سند شریف. یه پوینت اینه قیافش. نه این اون نردا بود که من فوتبال بازی اون اونایی آره فوتبال ریاضی محض شریف بود دیگه، ولی 34 سالش بود دیگه، میشه دو سال بالای شما، یه سال بالای شما. چی میگی بدبختی ما؟ درسته تقریبا، ولی من همیشه فکر میکردم اینجور قتلا اتفاقا بر اثر بدبختی نباشه، بر اثر مثلا اتفاقا خواه نمیخوام بگم بیغمی، ولی مثلا آدم بعد احساس بدبختی میکنه خودش هم بگیره. شایعه این که مثلا معضل مالی یه بخش گنده ای از زندگیشون بوده رو من زیاد دیدم، نمیدونم واقعیت داره یا نه، این همه شایعه است. معضل مالی ولی زن تو با چاقو تیک تیک نمیکنه. راست میگم، میگم چی میگم؟ به یه چیزی اون پشت بوده که حالا لایه های رویش احتمالا این چیزایی که ما فکر کنیم واقعا بدبختی مالی و بدبختی فاصله و این چیزا بوده، ولی اون زیر نمیدونم چی بود. من هم اون زیری و اون مشکل هسته یه رو احساس میکنم یکی شدن با کانتنتش بود واقعا. آخه چی مسخ شده؟ یعنی مثلا دیدی فازشو میگیرن مثلا رپرها؟ دیدی مسخ میشن دیگه، توی کاراکتر میرن. آره مسخ میشن، خیلی داریم نقشه باورشون میشه. مثلا هیث لجر مثلا جوکر میگفتن آره. مثلا یه چنین اتفاقی افتاده. آره قبول دارم واقعا، ولی خیلی ناراحت کننده است. خیلی این دنیا دیگه به درد نمیخوره واقعا. این دنیا چه خبر؟ خیلی غمگین بود. من این دوست